برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.5 ریشتر ولایت بدخشان و مناطقی از افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان را لرزاند. مرکز لرزه‌نگاری آمریکا وقوع این زلزله را ثبت کرده است. این زمین لرزه ساعت 13:50 روز جمعه به وقت کابل و در 206 کیلومتری زمین رخ داده است. در اکتبر سال گذشته زلزله شدید در ولایت هرات تلفات زیادی بر جای گذاشته بود. کوروش نیکنام، پژوهشگر ارشد ایران باستان و موبد سرشناس زرتشتی، 20 اردیبهشت بر اثر ابتلا به بیماری سرطان در فرانسه درگذشت. وی پیشتر دبیری انجمن زرتشتیان فرانسه و ریاست انجمن میراث فرهنگی زرتشتیان در فرانسه را بر عهده داشت. کتاب از نوروز تا نوروز، زرتشت و مزه اسنان و گاتها نغمه‌های ایران باستان از تألیفات او هستند. کوروش نیکنام در سال 1361 پس از گذراندن دوره آموزش موبدی گواهینامه آن را از انجمن موبدان ایران دریافت داشت. وی از سال 1375 در دانشگاه دینی زرتشتیان هندوستان به فراگیری آموزش‌های دینی زرتشت پرداخت و در سال 1380 پس از ارائه پایان نامه آداب و رسوم سنتی و دینی زرتشتیان ایران درجه دکتری فلسفه زرتشت را از دانشکده زرتشتیان هندوستان دریافت کرد. مسجد شهر ساحلی شربوگ انکوتانتن در شمال غربی فرانسه مورد تعرض قرار گرفت. به گزارش بخش فرانسه زبان شبکه ترکیه TRT، سه‌شنبه شب 7 می 2024 مسجد موسوم به الرحمه واقع در شهر شربوگ انکوتانتن، شهری توریستی در ساحل دریای مانش، توسط عوامل ناشناس مورد حمله قرار گرفت. در این حمله به دیوار مسجد یک گلوله شلیک شد و همچنین بر روی دیوار و ورودی مسجد تعابیر توهین‌آمیز نسبت به مسلمانان و رسول خدا صلی الله علیه و آله دیوار نویسی شده بود که تصاویر آن توسط TRT انتشار یافت. همزمان با این حمله خودروهای پارک شده در پارکینگ روبروی مسجد نیز با آتش کشیده شد. یکی از نمازگزاران در گفتگو با TRT تایید کرد که در ماه‌های اخیر مراجعات حضوری افراد اسلام ستیز و تهدید و فحاشی و اذیت و آزار ایشان نسبت به مسجد مذکور تشدید یافته است. تحقیقات پلیس و مرکز قضایی در جریان است. در اثر شیوع تب ویروسی لاسا در نیجریه در طول 4 ماه اخیر 156 نفر جان باختند. بر اساس اطلاعی مرکز کنترل بیماری ها در نیجریه، تب ویروسی لاسا از اول ژانویه تا 28 آوریل سال جاری علاوه بر آبوجا پایتخت نیجریه در 28 ایالت این کشور شناسایی شده. در طول این مدت 875 مورد ابتلا به این ویروس ثبت شده که در طول 4 ماه سال جاری 156 نفر در اثر این ویروس جان باختند. سال گذشته در نیجریه 1170 مورد ابتلا به تب ویروسی لاسا شناسایی شده و از این تعداد 219 بیمار جان خود را از دست دادند.